تابستان 67 از کجا آغاز شد؟ تابستان 67 بدون شک در سینه تاریخ ایران حک شده و هرگز فراموش نمی شود. صحنه ای از اوج فداکاری و وفاداری به آرمان. همچنین اوج شقاوت و بیرحمی خمینی و دار و دسته جنایتکارش. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده. خمینی پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل رو جام زهر نامید. از خرداد 1361 ارتش عراق از خرمشهر و سایر شهرهای میهن عقب نشینی کرد. بنابراین امکان برقراری یک صلح عادلانه با حفظ همه حقوق ایران در دسترس بود. حتی کشورهای منطقه از جمله عربستان و کویت اعلام کردند در پرداخت غرامت به ایران شرکت میکنند. اما خمینی قبول نکرد و شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد. در قضیه حرکت به سوریه برای جنگیدن با رژیم اشغالگر قدس که خوشحال بودن جوانهای ما، امام مطلع نبودن، بعد که مطلع شدن گفتن که راه مبارزه با اسرائیل از عراق میگذره، جلوشو گرفتن. اونایی که رفته بودن برگشت. اشاره خامنه‌ای به تحولات پس از آزادی خرمشهر. در آن زمان موجی از فرماندهان و اعضای سپاه خواهان پایان جنگ با عراق و رفتن به سوریه برای مقابله با اسرائیل بودند. شیرعلی جعفرنیا یکی از مورخین حکومتی جنگ 8 ساله با عراق در مطلبی تحت عنوان عجیبترین شرط ایران برای صلح پس از آزادی خرمشهر می نویسه: به دنبال حمله اسرائیل به لبنان، آقای خامنه‌ای با ارسال نامه‌ای به خاویر پرز دو کوئلار می گوید تهران علاوه بر شرطهای قبلی و از جمله تأسیس حکومت اسلامی در عراق، خواهان باز کردن معبری از عراق به روی نیروهای ایرانی برای درگیر شدن در نبرد علیه اسرائیل است. صدام از آن استقبال کرد، اما موافقت عراقی ها با عبور نیروهای ایران مشروط به برقراری آتش بس است. 6 سال دیگر جنگ ادامه یافت. بیشترین تلفات انسانی و خسارات مالی ایران در جنگ با عراق مربوط به همین دوران است. خمینی به خوبی میدانست عقب نشینی از شعارهای بی نتیجه جنگ جنگ تا رفع فتنه عواقب خطرناکی برای نظامش داره. اما برای فرار از پاسخگویی به این سوال برحق که چرا در حالی که امکان صلح فراهم بود 6 سال دیگر به این جنگ ادامه دادی، دست به یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های ضد بشری در تاریخ معاصر زد تا به این وسیله جامعه رو مرعوب کنه و مانع شورش و اعتراض بشه. قتل عام 30,000 زندانی سیاسی بیگناه با یک فتوا. دستور بسیار صریح بود. هر کس که در زندان‌ها در حمایت از مجاهدین بر مواضع خودش پایداری کند باید اعدام بشود. خمینی به این وسیله عمد داشت که به همه بفهماند که در جنایت هیچ مرزی ندارد و هر مخالفتی با نظام را به بیرحمانه ترین شکل سرکوب میکند. خودش در این باره گفته بود حفظ نظام اوجب واجبات است. آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد. خمینی با این توجیه ضد بشری بود که پاسداران را مجاب به ارتکاب وحشیانه ترین جنایت ها میکرد. تنها 24 ساعت پس از پذیرش آتش بس در 28 تیر ماه 1367 ماشین کشتار در ایلام و تهران آغاز به کار کرد. عجبا که این بار هم همچون شبانگاه 30 خرداد 1360 باز هم اولین اعدام ها از زنان بودن. فرح اسلامی، حکیمه ریزوندی، مرضیه رحمتی، نسرین رجبی و جسومه حیدری. پیشترین تمرکز کشتار بین 5 تا 25 مرداد بود، اما در شهریور ماه نیست ادامه پیدا کرد. زندانیان مقاوم
و مبارز سایر گروه ها نیز در شهریور به خیل شهیدان قتل عام پیوستند. هدف اصلی از بین بردن کلیه زندانیان مجاهد و مبارزی بود که طی سالیان با مقاومت قهرمانانه خود برگ زرینی از پایداری و فداکاری را در تاریخ معاصر میهنمان رقم زده بودند.